محترم محسنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ننزل موږ د درس موضوع ده ترانزاكشنز فور كابيتال. په تیرو درسونو کې موږ ترانزاكشنز فور اسيټس اند فور لايبيليټيز، یعنی هغه معاملات چې هغه کې موږ شتمني یا درې څنګه ثبتو، همدارنګه قرضې د یو کاروبار څنګه ثبتو، هغه موږ بحث کړی. زموږ نننی درس د کپیټل یا د سرمایه په مورد باندې دی، یا د مالکانو د سرمایه په مورد چې یو کاروبار کې کله سرمایه جاری کوي یا کله کاروبار شروع کوي، او هغه کې خپل شخصي شتمني، موټر، بلډینګ یا نور څه په بزنس کې شامل دي. نو نن چې څونه معاملات موږ لرو ان شاء الله، په دې کې به تاسو زده کړئ چې څنګه په یو کاروبار کې سرمایه کمیږي یا زیاتیږي. محترمو، کیپیټل یا اونرز ایکویټي یا شیر هولډرز ایکویټي، دا ټول تقریبا یو هدف دی. دا بزنس یا په کاروبار کې د مالکانو سرمایه ته وایي. ښه، خو دغه شیر هولډرز ایکویټي ټرم چې دی، دا په غټو بزنسونو یا کاروبارونو کې چې موږ ته کارپوریشنز یا جوائنټ سټاک کمپنیز وایو، په هغې کې دغه ډرم استفاده کوي، ځکه هلته موږ سره شیر هولډران وي. نور په عامو بزنسونو کې کیپیټل یا اونرز ایکویټي دا ټرمز هم استفاده کوي، خو مجموع کې د دې ټولو هدف د مالکانو سرمایه ګذاري ده یا سرمایه ته وایي. ښه، یو یو معامله تاسو ته انشاءالله تشریح کوم، او په دې کې تاسو به دا زده کوئ چې څنګه سرمایه په دې هر معامله کې زیاتیږي. خا، د دې نه مخکې چې زه په دې د معاملاتو په تحلیل باندې کار شروع کړم، نو تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې موږ یو معادله د محاسبې یو معادله د اکاونټنګ معادله لرو چې اسیټس ایکول ټو لایبلټیز پلس کیپیټل. خا، دا تاسو ته ما تشریح کړې وه. د دې مقصد دا دی چې څونه شتمني یا درې چې په بزنس کې موږ لرو، دا د دو جهتونو نه راځي، یا به دا قرض وي یا به دا د مالکانو سرمایه ګذاري وي. صحیح ده. اوس هر یوه معامله چې دلته تاسو ته ښکارېږي، دا به د دې معادلې یو اړخ یا دواړه اړخونه څه کوي، متاثره کوي، یعنی کمی زیاتی به، یا به درې زیاتیږي، یا به کیپیټل یا درې یو شتمنی او سرمایه دواړه به زیاتیږي په عین وخت کې، یا به لایبیلیټیز قرضې او همدارنګه شتمنی زیاتیږي. مقصد هر یو معامله چې تاسو ګورئ، نو دلته په دې معادله باندې به اثر لري، او د معادلې دواړه خواوې به برقرار ساتي. صحیح ده. ګوري، اول معامله کې موږ وایو چې ستارټډ بزنس وت کیش 10,000 $100,000 ان بلډینګ $50,000. دې څه مقصد دی؟ دې مقصد دا دی چې مالک چې کله بزنس شروع کوو، نو په بزنس کې $100,000 نغد پیسې واچولې، او همدارنګه یو بلډینګ چې د $50,000 قیمت درلودو هغه هم په بزنس کې شامل کړو. نو ګوري، موږ اوس دا تحلیل کوو چې څه زیات شول په بزنس کې. ګوره، یو موږ سره کیش زیات شو چې دا زموږ سره نقدې پیسې دي، او بل موږ سره بلډینګ زیات شو. صحیح ده. نو دواړه د شتمنۍ درې د زمونږه، نو موږ په اول ترانزکشن کې وایو چې څه زیات شو، کیش زیات شو، همدارنګه بلډینګ زیات شو. ښه، کیش څومره زیات شو؟ $100,000، او بلډینګ $50,000. ښه، اوس دغه دواړه چې زیات شول، دا چا شامل کړل په دې بزنس کې، بزنس ته چا راوړل؟ نو دا خبره ذهن کې یاد ساتي چې کله هم بزنس شروع کیږي، نو په اول ځل باندې خو په بزنس کې هیڅ هم موجود نه وي، نه کیش وي چې ته په یو څه شی واخلې، خو بزنس شروع شو، نو په دې مطلب باندې چې دغه پیسې چې کوم دغه شیان چې کوم شامل شو، دا مالک شامل کړه. نو موږ وایو چې سرمایه زیاته شوه، کیپیټل زیات شو 1,05,000. صحیح ده. ښه، نو داوه اولنۍ معامله. کیپیټل ولې کریډیټ کوو؟ ځکه موږ وایو چې د مالکانو سرمایه ګذاري زیاته شو په بزنس کې. که موږ دې معادلې ته لږ متوجه شو، نو په دې معادله کې موږ سره اسیټ زیات شو،
چې هغه اسټس موږ دا کیش او بلډینګ دی او په خي طرف کې موږ سره کیپیټل زیات شو سرمایه زیات شو ځکه تاسو مو ویلو چې په دې معادله کې موږ په عموم کې دوه شیان لرو دغه خي طرف ته دوه جديده ته موږ کلیمز یا حقوق یا داوا وایو او دا موږ سره شتمنی ده نو چې هر کله شتمنی زیاتیږي نو خامخا د کوم طرف نه زیات شو حق د چا زیات شو نو موږ وایو چې حق د مالک زیات شو نو سرمایه زیات شو ښه خدویم معامله چې دا غداده چې سٹارټډ بزنس وذ بینک اکاؤنٹ 60,000 ان اکاؤنٹ ریسیویبل 40,000 ګوري د سرمایه د زیاتېدو لپاره مختلف قسمونه شاید مونږ ولرو په دې دوهم معامله کې ګوري دا ځلې بیا چې کله بزنس شروع کیږي نو په بزنس د بینک اکاؤنٹ سره شروع کیږي $8,000 په دې مقصد چې یا خو مالک ام په عین وخت کې بینک اکاؤنٹ کولاو کړو $8,000 په کې واچول او بزنس ته نسب کړل چې دا د بزنس دی او یا خو بینک اکاؤنٹ مخکې موجود $8,000 په کې او دا بینک اکاؤنٹ یې بزنس ته بیل کړل چې دا د بزنس کې شامل شو صحیح ده همدارنګه په عین وخت کې اکاؤنٹ ریسیویبل یعنی د مالک په چا باندې پیسې قرض وي $7,000 یا په مخ کې اوسه شي خرج کړو د بزنس د مخ کې خو به هر لحاظ باندې د $7,000 د مالک هغه اکاؤنٹ ریسیویبل چې موږ ورته موږ وایو کوم پیسې چې مالک ته آینده کې برازي دا هم یو داري ده نو دا هم مالک په بزنس کې شاملې صحیح ده صحیح شو نو موږ وایو چې دوه شیان په بزنس کې شامل شول کوم کوم شیان دي یو موږ دا په دویم ترانزیکشن کې بینک اکاؤنٹ دی زیات شو بینک اکاؤنٹ دا زموږ د ری دا ځکه بینک اکاؤنٹ مطلب پیسې دی په بزنس کې په بانک کې دا زموږ د شتمنۍ زیات شو او همدارنګه اکاؤنٹ ریسیویبل یا هغه پیسې چې د مالک په چا باندې قرض دي هغه هم شتمنۍ ده نو دوه شتمنۍ یعنی په بزنس کې زیات شي نو موږ وایو $8,000 زموږ بینک اکاؤنٹ او اکاؤنٹ ریسیویبل $7,000 زیات شو صحیح ده خب بیا دغه دواړه شتمنۍ یعنی یا دوه درې چې موږ سره زیات شو دغه د چا د طرفه کاروبار کې شامل شوي دا د مالک لخوا نو موږ بیا لیکو چې کیپیټل یا سرمایه د کاروبار کې زیات شو $100,000 صحیح ده آفرین اوس راځو دریم ترانزیکشن یا معاملې ته خب دریم کې موږ لرو ایشوډ 10,000 شیرز اف $10 پر فور $40 ایچ ها دا لکه تاسو ته تشریح کوم ګورئ د دې مقصد دا دی دا دریم نمبر چې کوم معامله ده دا منسوب کیږي د شیر هولډرز ایکویټی ته یعنی هغه بزنس ته چې هغه کې اسهام خرڅیږي یا اخستل کیږي ها ګورئ فرض مثال یو بزنس دی چې هغه اسهام خرڅ کړل شیرز په آسان الفاظو کې تاسو ویم اسهام هغه غټي کمپنیانی یا کارپوریشنز یا جاینټ سٹاک کمپنیز هغه چې کله اسهام خرڅوي په دې خاطر باندې چې هر څوک دغه سهم واخلي هغه په هغه بزنس کې سهم کیږي یا شیر هولډر کیږي یا د هغه بزنس مالک کیږي د هغه شیر د سهم په اندازه باندې په هغه بزنس کې مالک کیږي ښه نو ګوري بزنس څومره شیرز ایشو کړل ځل د تاسو ته یم چې لګې د توازیح کړم ګوري بزنس فرض مثال نمبر اف شیرز ایشو صحیح ده او بزنس زر شیرز عرضه کړل لږ زر شیرز مارکیټ ته عرضه کړل چې د دې پار ویلیو سونه ده د شیر خان ګوري اول پار ویلیو ته تاسو تشریح کوم پار ویلیو ده د $10 ګوري مسلینو اول شیر څه شته وي شیر دا یو سند دی فرض مثال آسان الفاظو کې تاسو فرض مثال دا یو سرټیفیکټ دی لکه یو نوٹ چې تاسو سره دا کوم نوٹ دی د یو سرټیفیکټ دی دا شیر چې دی دا سند یا دا سرټیفیکټ مارکیټ ته عرضه کیږي او هر څوک چې دا شیر ځخلی نو په هغه بزنس کې سهم کیږي فرض مثال د دې شیر قیمت دی $10 مونږ وایو د دې فیس ویلیو چې کوم ده $10 ده فیس ویلیو مطلب د دې شیر چې کوم قیمت د په کاغذ په مخ باندې لیکل شوی دی فرض مثال او د مونږ ته ټاکلې ده $10 ده فرض مثال صحیح شو
اوس دغه شیرز په مارکیټ کې چې کله عرضه کیږي نو امکان دی ولري چې دا ته د خپل د پار ویلیو نه دغه مینیمم ویلیو دغه فیس ویلیو چې موږ د پار ویلیو د دې نه په زیات قیمت باندې هم خرڅي امکان دی ولري چې په $40 باندې سکے خرڅ کړي. صحیح ده. ګوري اول د پار ویلیو څه ته وایي. پار ویلیو ما تاسو ته ویل چې د کمپنی د کمپنی چې کوم اغه مینیمم ویلیو وی لیگل ویلیو چې دغه لپاره انتخابي کنه او معمولا دغه شیر د دې قیمت نه کم قیمت باندې نه خرڅيږي. یعنی هر څوک چې سرمایه گذاری کوي په دې شیر کې نو کم از کم باید د کمپنی په $10 باندې عرضه کړي. صحیح ده. که چیرته یو کس ولګي چې دا یو شیر په $15 باندې واخلي نو په دې معنی چې هغه کس د کمپنی قرضدار دی $15 به ورته وروسته خامخا ورکوي. نو هغه مینیمم لیګل ویلیو چې کم د دې شیر د هغه $10 ده. د دې نه کم قیمت باندې باید دا مارکیټ ته عرضه نه شي او شیر هولډر کم از کم باید $10 ورکړي. خو امکان دی ولري چې یو کمپنی نظر په د خپل ګډ ویل د خپل ایمیج او د ښه نوم او ښه فعالیت په صورت کې دغه چې $10 دغه پار ویلیو د همدغه شیر په $40 هم خرڅولی شي 50 شپېته په هر څو یې خرڅولی شي. صحیح شوه. نو موږ وایو چې دغه شیرز لزر شیرز چې پار ویلیو دغه $10 ده خو خرڅ شو په $40 باندې. نو دغه $40 چې دی دا د مارکیټ ویلیو ده مارکیټ پرایس آف د شیر. نو موږ وایو چې مارکیټ پرایس د شیر چې دی هغه څونه دی دا $40 باندې خرڅ شو. اوس چې زر شیرز ارزه شو نو موږ ته دلته $40 دی څلوېښت. ښه اوس چې زر شیرز ارزه شو نو مطلب موږ ته به څونه پیسې راځي. اسانه خبره ده. نو موږ هغې ته وایو پیډ اپ کیپیټل مطلب ټولې پیسې چې موږ ته راځي. نو دلته تاسو ته مساوي فرض مثال لزر شیرز موږ ایشو کړه او هر یو شیر موږ په $40 باندې ایشو کړو نو په دې مطلب چې موږ ته راځي $400,000 موږ ته راځه. ښه ښه اوس دغه $400,000 چې راله په دې کې پار ویلیو څومره ده. صحیح ده. نو موږ معلومو چې پار ویلیو چې په دې کې پار ویلیو داسې محاسبه کوو چې زر شیرز موږ ایشو کړه چې د هر یو پار ویلیو چې دا $10 ده په دې معنی باندې چې $100,000 د دې زرو شیرز د زر شیرز $100,000 پار ویلیو کمترینه ویلیو خو مارکیټ ته عرضه شو په $400,000 باندې واخیستلی شول. صحیح ده. یعنی مطلب کمپنی ته چې ټولې کمې پیسې رالي هغه $400,000 دی. ښه نو په دې $400,000 کې دغه $100,000 خو پار ویلیو ده. دغه کمې زیاتې پیسې چې موږ ته راغلې دې ته وایي اډیشنل پیډ ان کیپیټل. ښه اډیشنل پیډ ان کیپیټل یا پیډ ان کیپیټل هم ورته وایي. نو موږ وایو چې مساوي نو څلوېښتونه چې تاسو لس منفي کوي څومره کېږي دېرش. صحیح ده. نو دغه د یو شیر په سر باندې $10 چې دا موږ ته زیاتې راغلي دي. نو موږ لیکو چې زر دا زر به تاسو راواخلئ زر به کوي په $10 کې. ښه په $10 نو په دې مطلب چې یو دقه موږ ته څومره موږ ته چې دی $300,000 دا موږ ته اډیشنل پی شو. یعنی مطلب دا دی چې دغه $400,000 چې موږ ته پیډ اپ کیپیټل دی په دې $400,000 چې موږ ته راغلي $100,000 پکې پار ویلیو وه او $300,000 موږ ته د خپل د پار ویلیو نه په اوچت اندازه باندې دا پیسې راغلي. صحیح ده چې ټوټلي کېږي $400,000. نو په دې معنی باندې چې موږ سره په دې ترانزیکشن کې کیش څومره زیات شو. ښه تاسو صرف او صرف به وایئ چې موږ سره کیش دونه زیات شو. موږ کیش ایشو کړو موږ شیرز ایشو کړل او $400,000 موږ سره کیش رالی. نو تاسو به دلته نمبر دریم کې ډیبیټ کوي چې موږ سره کیش زیات شو څونه زیات شو $400,000. صحیح شو. ښه اوس ګورئ دا خبره ذهن کې یا ساتئ
دغه څلور سوه زره سرمایه ګذاري چې په دې بزنس کې وشو، دا پیسې د چا له طرفه راغلي؟ شیر هولډرز طرفه. صحیح ده. نو مطلب دا ده شیر هولډرز چې دي هغه کسان دي چې هغه ستا سهم اخلي په بزنس کې. نو بیا مونږ وایو چې شیر هولډر اکویټي، هغه پیسې چې شیر هولډرانو نه مونږ ته راځي، هغه هم په بزنس کې، هغه ته سرمایه وایي. هغه په بزنس کې څه شی ده؟ کیپیټل. نو مونږ وایو چې بیا کیپیټل زیات شو څونه؟ څلور سوه زره. نو ګورئ مونږ دلته دل د دې په شان د کیپیټل نه لیکو چې کیپیټل کریډټ کوو او څلور سوه زره لیکو. لږ غونډې دې لپاره مونږ په مختلف طریقې سره لیکلی شو. ښه، هغه مونږ داسې لیکلی شو چې مونږ وایو چې کریډټ به کوي تاسو پار ویلیو، پار ویلیو مونږ به کریډټ کوو چې مونږ ته پار ویلیو رااله څونه؟ سل زره ډالر مونږ ته پار ویلیو. او پیډ ان کیپیټل به تاسو کریډټ کوي، پیډ ان کیپیټل دا څونه؟ درې سوه زره. صحیح ده. ګورئ محترمو، دیازې تاسو ته وایم چې مونږ دومره کیش رالی، څلور سوه زره رالی، پار ویلیو مونږ سره سل زره ده، پیډ ان کیپیټل دا مونږ سره درې سوه زره دی. صحیح ده. خو د دې پیډ ان کیپیټل په ځای باندې معمولا بل څه هم لیکلی کېږي چې تاسو لیکلی شئ، کامن سټاک، کامن سټاک ویلیو. صحیح ده. نو کامن سټاک مونږ سره څونه شو؟ درې سوه زره. نو ګورئ زه تاسو ته یو ځل بیا هم ویم چې دغه دواړه کوم دي، دا دغه دا زموږ کیپیټل دی. ښه، صرف په دغه شکل کې لیکل کېږي چې مونږ سره، یعنی ټوټل کیپیټل په بزنس کې، ټوټل د شیر هولډرز اکویټي مونږ سره بزنس کې څونه زیاته شوه؟ ټوټل شیر هولډر اکویټي مونږ سره په مجموع کې څلور سوه زره زیاته شوه. او څنګه زیاته شوه؟ چې په هغې کې پار ویلیو سل زره ده او کامن سټاک درې سوه زره ده. صحیح ده. نو دا انکریز ان کیپیټل وشو. خو تاسو بیا په دې طریقې سره بریک ډاون کوئ، پار ویلیو به بېله لیکئ، کامن سټاک به بېله لیکئ. او که تاسو ټوټل شیر هولډر اکویټي کریډټ کوئ هم کولی شئ، خو ډسکرپشن کې به دا معلوم وي چې پار ویلیو به دې څونه ده، کامن سټاک ویلیو څومره ده. انکریز ان کیپیټل مونږ وایو کریډټ کېږي، نو ځکه د دواړه اصل کې انکریز ان کیپیټل یا اونر اکویټي ده، نو ځکه مونږ کریډټ. ښه، اوس راځو نیکسټ څلورم نمبر ترانزیکشن. اونر انویسټډ $50,000 کیش ان بزنس. ښه، دا ځلی مالک په بزنس کې $50,000 کیش سرمایه ګذاري کوي. صحیح ده. نو کله کله داسې هم کیږي چې ضرور نه چې همیش د بزنس په شروع کې مالک سرمایه ګذاري کوي، نه، په مینس کې هم کولی شي، هر وخت کولی شي، خو $50,000 اونر په بزنس کې شامل کړي. نو څلورم نمبر ترانزیکشن وګورئ، مونږ وایو چې دلته بیا کیش زیات شو. صحیح ده. ښه، کیش زیات شو څومره؟ $50,000. نو تاسو به ولیکئ چې $50,000 کیش زیات شو او دا مالک شامل کړی، نو کیپیټل بیا کریډ شو. په هر صورت کې تاسو وګورئ زمونږ کیپیټل څه کیږي؟ کریډ کیږي. ښه، پنځم نمبر ترانزیکشن وګورئ. احمد اسلم اینڈ محمود سٹارٹڈ بزنس وت ٹوٹل کیش $80,000. دا پارٹنرشپ بزنس کې، یا هغه بزنس کاروبار چې هغې کې څو شریکان کار کوي، بزنس شروع کوي. نو ګورئ دلته درې کسان یو ځای شول او بزنس کې $80,000 سرمایه ګذاري وکړه. صحیح ده. نو مونږ وایو چې پنځم نمبر ترانزیکشن کې بیا مونږ سره کیش دیتی وي $80,000 راځي. ښه، دغه $80,000 کیش راځي، دا درې پارټنران څو پارټنران دي؟ $80,000 دری پارټنران. د کنټریبیوشن آف ایچ واز $20,000. هر یو پارټنر په دې بزنس کې څونه کنټریبیوټ کړلی؟ $20,000. نو دا به بیا مونږ داسې وکړو چې برابر شي، دا به $60,000 فرض مثال زیات شو او هر پارټنر $20,000. نو $60,000. صحیح ده. هر پارټنر په بزنس کې $60,000 سرمایه ګذاري کړي. نو مونږ وایو چې مونږ سره څو پارټنران دي؟ درې. د هر پارټنر نوم تاسو کریډ کولی شئ، دلته یو کاغذ زیات کم. ښه، نو کیش مونږ سره $60,000 ډیبیټ شو. او بل پارټنر مونږ سره څوک دی؟ اول پارټنر مونږ سره احمد دی، احمد کیپیټل. احمد کیپیټل مونږ سره زیات شو $60,000. صحیح ده. او همدارنګه بل پارټنر نوم دی اسلم کیپیټل، دغه د اسلم کیپیټل زیات شو $60,000.
او دریم پارتنر مون سره بزنس کې محمود کیپیټل دی دا هم 20,000 ډالر زیات شو ګوري یو ځل بیا تاسو ته چې دا یو پارتنرشپ بزنس دی چې دغه درې پارتنران دي نو مونږ وایو چې بزنس کې کیش زیات شو او درې پارتنرانو په دې کې سرمایه ګذاري وکړه نو هر پارتنر نوم سره تاسو احمد کیپیټل اسلم کیپیټل لیکلی شئ چې معلومه شي چې د هر یو پارتنر سرمایه ګذاري په بزنس کې څومره ده په دې هیله چې انشاءالله په دې پوه شوې سئ ښه نیکسټ مونږ سره نمبر شپږم وګورئ ریسیو مشین وت مارکیټ ویلیو $30,000 ان ایکسچینج فار 1,000 شیئرز آف $1 پر ویلیو ګورئ دلته بیا هم د یو کارپوریشن ریلیټډ خبره رااله یو کمپنی کله کله مونږ داسې کوو چې شیئر هولډر یا کمپنی کې کمپنی یا شیئرز ایشو کوي اسهام ایشو کوي نو یو کس اسهام اخلي نو هغه په بزنس کې سهم کیږي یا شیئر هولډر کیږي کله کله داسې کیږي چې یو بزنس یو کاروبار تا ته یو خپل اسیټ درکوي او دا هغه اسیټ د شیئرز په بدل کې تاسو ته درکوي فرض مثال تاسو یو کمپنی ته زر شیئرز ورکوي دا هغه په بدل کې تاسو دا هغه مشين اخلي چې دا هغه قیمت د 1,500 ډالر فرض مثال صحیح ده نو زر شیئرز پیسې نه ورکوي نو صرف شیئرز ته ایشو کوي نو هغه کس چې دغه 1,500 ډالر تاسو ته مشين درکې نو هغه پرې بزنس کې شیئر هولډر کیږي لکه څنګه چې دلته وګورئ دلته چې تاسو شیئرز ایشو کوي نو تاسو د پیسو په مقابل کې ایشو کوي دلته شیئرز ایشو کیږي خو د مشين په مقابل کې ایشو کیږي نو بزنس ته کې مشين راځي صحیح ده لکه دې داسې مثال لکه یو اونر چې لکه دلته تاسو وګورئ اونر په بزنس کې بلډینګ شامل کو دلته هم دلته شیئر هولډرز په بزنس کې یو څه شامل دی چې هغه څه مشين دی صحیح ده خو اوس دغه مشين قیمت مارکیټ ویلیو سونه ده 1,500 ډالر ده او دغه زر شیئرز چې دي د دې پار ویلیو چې تاسو ته ما تشریح کړل چې کم از کم ویلیو دي $1 ده صحیح ده یعنی په دې معنی باندې چې دغه شیئرز چې دي د خپل قیمت نه په ډیر اوچت قیمت باندې خرڅ شوی دي صحیح ده نو ګورئ مونږه په دې کې پار ویلیو معلومو چې پار ویلیو سونه ده او نور ویلیو په دې کې مونږ سره څومره ده ګورئ ډیر اسانه خبره ده نو مونږ سره ک پار ویلیو په دې ماشين کې مونږ معلومو د ماشين پار ویلیو د دې کم شیئر چې مونږ ایشو کړی دي صحیح ده نو مساوي کو زر شیئرز دي زر کو پار ویلیو مونږ سره یو ده نو مطلب زر مونږ سره دا پار ویلیو شو صحیح ده خا اوس د دې پار ویلیو نه اضافه په کم قیمت باندې موږ سره خرڅ شوی دی نو تاسو دلته ویلی شئ چې هغه ته مونږه اډیشنل پیډ ان کیپیټل وایو تاسو سم مالګ مخکې تشریح کړه نو 1,500 منفی زر نو دا موږ سره او په 9,000 باندې خرڅ شوی دی سو باندې 9,000 نو مطلب په مجموع کې موږ ته 1,500 روپۍ راغلي دي په دې 1,500 کې زر دا موږ سره پار ویلیو ده او د پار ویلیو نو په اوچت قیمت باندې چې موږ ته کوم شیئرز موږ شو کړی دی دا هغه 9,000 دي صحیح ده نو دا دقیقا د دې ترانزیکشن په شان ریکارډ کیږي دلته خو موږ دلته شپږم نمبر ترانزیکشن کې داسې کوو چې موږ وایو چې موږ دلته کیش نه دی راغلی دلته موږ سره مشین په نامه باندې یو اسیټ زیات شو صحیح ده خا مشین اسیټ ویلیو سونه وه 1,500 ډالر صحیح ده خا د دې په مقابل کې زمونږ کیپیټل زیاتیږي یعنی مونږ شیئرز ایشو کړل نو مونږ پار ویلیو بیا مونږ لیکو چې پار ویلیو زمونږ زیاته شوه انکریز ان پار ویلیو مونږ ته زر ډالر شو صحیح ده او پیډ ان کیپیټل چې مونږ ته کامن سټاک وایو هغه مونږ سره زیات شو 9,000 ډالر ګورې محصلینو اسانه خبره ده د دې ترانزیکشن او دې ترانزیکشن مینس کې فرق داري چې دلته مونږ سره یو کس سهم کیږي $30,000 ډالر بزنس سره راځي شیئر هولډر هغه پرچیز کوي خو د کیش په مقابل کې مونږه سټاک وته ایشو کوو صحیح ده دلته مونږه شیئر هولډرانو ته سټاک ایشو کوو د مشين په مقابل کې وته ایشو کوو نو مونږ وایو چې پار ویلیو کامن سټاک دا دواړه مونږ کیپیټل دي زمونږ کیپیټل زیات شو یا زمونږ شیئر هولډر ایکویټي زیاته شو او دلته زمونږه مشين زیات شو نو محترم محصلینو په دې هیله چې تاسو ان شاء الله نن درس باندې پوه شئ نن درس د کیپیټل په اړه کې تاسو دا زده کړل چې کیپیټل موږ سره په بزنس کې په کومو صورتونو کې زیاتیږي او څنګه زیاتیږي ان شاء الله اوس د کیپیټل به څنګه کمیږي
مستقیما داسې ترانزیکشن موږ نه لرو چې هغې سره کیپیټل کمیږي، ځکه کیپیټل په غیر مستقیم ډول باندې د لاس د نقصان په واسطه باندې کمیږي. صحیح ده، دلته تاسو ته لیکم چې کیپیټل ډیکریز بیکاز آف واټ. کیپیټل ډیکریزز بیکاز آف، فرض مثال لاسز، بزنس کې لاسز وشو کیپیټل ډیکریز کیږي. ډرایینګ وشو، انشاءالله دا به تاسو ته تشریح کوم چې کله مالک د خپل شخصي مفاد په خاطر بزنس څخه وباسي ډرایینګ په وخت کې زموږ کیپیټل ډیکریز کیږي. همدارنګه ایکسپینسز وشي، مصارف وشي، د مصارف په وخت کې موږ سره کیپیټل ډیکریز کیږي. او همدارنګه موږ ریډکشن ان کیپیټل لپاره موږ یو خاص یو درس لرو انشاءالله، چې په هغه کې موږ دا بحث کوو چې په کوم کوم صورتونو کې کله کله بزنس غواړي چې هغه اسهام چې بزنس ایشو کړی وي او هغه پیسې راغلي وي هغې کې بېرته واپس پیسې واپس کوي، یا خپل سرمایه ګذاري یو بزنس کمول غواړي نو شیر هولډرانو ته پیسې یا واپس کوي، یا مختلف حالتونه شته دی چې هغې کې سرمایه کمیږي. خو سرمایه په خپله باندې څنګه کمیږي؟ انشاءالله پر روانو کلاسونو کې ما تاسو ویل چې مستقیما ریډکشن کیپیټل، په دې لیکچر کې بعضې خبرې شته چې مستقیما سرمایه پرې کمیږي، او لاسز ډرایینګ ایکسپینسز دې په واسطه غیر مستقیم ډول باندې سرمایه کمیږي. انشاءالله دا به موږ په آینده درسونو کې بحث کوو. په دې هیله چې انشاءالله نن درس باندې تاسو پوه شوي سئ، ښه وخت ته غواړم. محصلین عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امروز به شما می درس به دریم تشریح میکنیم، پیش ازی به پشتو تشریح کردیم، ولی به دری تشریح میکنیم. شما متوجه باشین که انشاءالله ما هر یک ترانزکشن بر شما تشریح میکنیم و شما را درس میدم که کپیتل سرمایه چه قسم کم میشه یا زیاد میشه در بزنس. د درس امروزی ما شما یاد میگیرین که کپیتل اول چی هست. خب کپیتل سرمایه را میگن، یعنی سرمایه گذاری در وقتی که مالک در بزنس یک چیز سرمایه گذاری میکنه او را ما کپیتل میگیم یا سرمایه را میگیم. فهمی؟ یعنی همچنان کپیتل و اونر اکویتی و شیر هولدر اکویتی هر سه نما هدفش یک است. کپیتل برش گفته میشه یا اونر اکویتی یا شیر هولدر اکویتی، مگر صرف همی شیر هولدر اکویتی ترم همی اصطلاح زیاد در چی استفاده میشه؟ یه در کمپانی های کلان استفاده میشه، یا در کورپوریشن یا جان استاک کمپنی استفاده میشه. ولی در این همه گی معاملات شما یاد میگیرین که کپیتل یا سرمایه چه قسم زیاد میشه. خب در معامله اول ببین چی است که started business with cash $100,000 and building $50,000. یک بزنس زیاد شده، صحیح؟ دائمی بزنس چی زیاد شده؟ کش زیاد شده. کش چی است؟ دره ای است. آفرین. و همچنان دوم چی زیاد شده؟ بیلدینگ. بیلدینگ چی است؟ هم دره ای است. و ما گفتم که هر وقتی که دره ای زیاد میشه، کش دره ای زیاد میشه، اینجا ببین دیبیت شد، دائمی اولش دیبیت شده، صحیح؟ و بیلدینگ هم دیبیت شده به خاطر که ما د اصول و د قانون یاد گرفتیم که هر وقتی که دره ای زیاد میشه ما د دیبیت نوشته میکنیم، به او خاطر هر دویش ما د دیبیت نوشته کردیم، صحیح شد؟ عالی. د بزنس وقتی که شروع شده و همی دو چیزا که د بزنس شامل شده که یکش کش است و دیگه بیلدینگ است، او ایره کی شامل کرده د بزنس؟ ببین اینجا ایتو نگفته که همی کش یا بیلدینگ یا کدام چیزا بوده که شما یک چیز خریدی نمد، یعنی یا کدام چیز فروختی نمد، نه. بیخی بزنس نو شروع شد، جدید شروع شده و در بزنس کش و بیلدینگ همی دو چیزا شامل شده. واسه این را که شامل شد در شروع و را مالک شامل میکنه، با او خاطر ما اینجا کپیتل سرمایه است. ما کریدیت کردیم که سرمایه زیاد شده $150,000. ببین محصلین و محصلات عزیز، ما هر وقتی که دره یک بزنس سرمایه یک بزنس زیاد میشه او کریدیت میشه، به او خاطر اینجا همی $150,000 چی شده؟ کریدیت شد. اگر شما متوجه هستین ما بر شما تشریح کردیم دمی معادله محاسبه، صحیح؟ در این معادله شما رو گفتم که هر وقتی که دره زیاد میشه امکان داشته باشه که اینجا حق یک شخص هم زیاد میشه. دره زیاد میشه از کدام طرف زیاد شد؟ یا توسط قرض زیاد میشه یا توسط سرمایه زیاد میشه.
بس اینجا که می هر دو دارایی که زیاد شد که یک کیش یک بیلڈنگ است توسط کی زیاد شده توسط مالک زیاد شده بس ما میگیم که ام اسیت زیاد شده و ام کپیتال زیاد شده به او خاطر ما اینجا نوشته کردیم که هر دو چیزا که زیاد شده اینجا در بزنس ام دو کپیتال است یعنی حق اونر یا مالک در بزنس چی شد زیاد شد خب ایره شاید یاد گرفتین انشالله در می معامله دوم ببین started business with bank account $60,000 in account receivable $40,000 حالا یک بار دیگه بزنس فرض مثال است که بزنس شروع شده وقتی که بزنس شروع شده حالا کتی دو چیز دیگه شروع شده صحیح حالا کتی بانک اکاونت زیاد شده در بزنس شامل شده یک دیگه چیز اکاونت ریسیبل ببین هر دویش داره ای است ام بانک اکاونت ام داره ای است و اکاونت ریسیبل ام داره ای است معنیش است که وقتی که مالک کاروبار شروع میکرد یک بینک اکاونت داشت و را در بزنس شامل کرد یا امو وقت بینک اکاونت نو جور کرد $60,000 در بانک انداخت و ای را به بزنس وقف کرد و همچنان مالک یک اکاونت ریسیبل داشت اکاونت ریسیبل به این معنی که مالک یک کسای دیگر قرض داره صحیح که او قرض را ما اکاونت ریسیبل میگیم او هم یک شتمنی است مالک همی اکاونت ریسیبل و همی بینک هر دوی شاور در بزنس شامل کرد بینک اکاونت که شامل کرد بینک یک شتمنی است ما میگیم که شتمنی زیاد شده دیبیت شد و همچنان یک شتمنی دیگه اکاونت ریسیبل است اکاونت ریسیبل به این معنی که او پول است که مالک را در فیوچر یا در آینده میگیره او هم یک شتمنی چی است یک کاروبار است دو قسم شتمنی اینجا در کاروبار زیاد شده که یک چیز یک بینک اکاونت است زومش اکاونت ریسیبل است و همین هر دو شتمنی که زیاد شده و را کی زیاد کرده بیزنس کی و را شامل کرد مالک با او خاطر باز ما نوشته کردیم که مالک حقش زیاد شده اینجا هم ببین مالک حقش زیاد شده و اینجا هم زیاد شده صحیح است؟ خب خود مثال سوم ببین issued $10,000 share of $10 per this is پار چی معنی است برای شما تشریح میکنیم of $10 پار اوکی $440 ایچ ببین متوجه باش یه ترانزکشن هدفش ای است که یگان وقت یک بیزنس میتانن امی ترانزکشن مخصوص به شیر هولدر اکویتی کانسپت است شما رو گفتم که وقت اونرای یا مالکای ده کمپنی یا ده کورپوریشن کلان که است او اونا که سرمایه گذاری میکنه سرمایه گذاری اونا را شیرهولدر اکویتی میگن فهمی یعنی امی قسم ترانزکشن که هست امی ترانزکشن اسم معمولا دمی بزنس های خود که توسط یک شخص یا چند پارتنر اداره میشه ای ترانزکشن به او نیست یه ترانزکشن اسم به او کمپانی های کلان است که اونجا اسهام خرید و فروخت میشه صحیح است آلی ده ای ترانزکشن اسم چی هست؟ ای هدف چی هست که کمپانی 10,000 اسهام شیرز مطلب اسهام عرضه کرد به مارکت که هر اسهم قیمت اصلیش $10 بود مگر به $40 ورشی کده عرضه کده به این معنی ببین اول شیر چی هست ما شما رو گفتم که شیر سهم را میگین صحیح هست و اسهام به خاطر چی عرضه میشه در مارکت رو بر شما تشریح میکنیم فرض مثال هر سهم که هست شیر که هست و توسط یک سرتیفیکیت هست یک سند هست فرض مثال همی سند قیمتش هست $10 هست چی هست؟ $10 یعنی فیس ویلیو همی ویلیو که در سری چی هست کاغذ هست $10 هست که او را پار ویلیو هم میگن یعنی ویلیو همی سند ویلیو اصلی همی سند که او را میگه پار ویلیو صحیح شد؟ یا کمترین ویلیو او را میگه $10 به این معنی که امی کمپنی اگر بخواه که امی شیر عرضه بکنه یا امی سهم را بفروشه کم از کم قیمتش باید $10 می باشه از $10 کم باید با کس عرضه نکنه و هر کسی که امی شیر میخره میتنه که کم از کم $10 باید بده مگر یک کمپنی میتنه که امی شیر که یه است از قیمت خودش بالا هم بفروشه فرض مثال امی سهم که قیمتش $10 است امی کمپنی فروخت به چند فروخت به $40 فروخت ببین اینجا ما تشریحاتش نوشته کردیم در این سیکشن ببین در این سیکشن همگی است خب اینجا چی است اینجا گفتم که امی کمپنی چند شیرز ایشو کرده 10,000 شیرز ایشو کرده صحیح شد خب هر شیر پار ویلیو همی ویلیو کمترینش که ما شما رو گفتم که سری کاغذ و سند نوشته است او چند است
10 ډالر است مثل کی شما می نوټ ډالر چیزی کی درین سرش یک رقم نوشته است صحیح امی شیرز کی 10000 ارزه کده اسهام کی ارزه کده به خاطر کی کس وره بخره هر کدام قیمتش 10 ډالر است مگر د مارکیټ وره به قیمت بالا فروخته 40 ډالر فروخته صحیح شد اولی به بزنس چند پول می آید در این صورت ببین در مجموع که به بزنس می آید 40000 می آید ببین ما را بر شما میگیم اینجا ببین در این فرموله 10000 شیرز است و با 40 ضرب شده 10000 به چند ضرب شده 40 صحیح شد 10000 که با 40 ضرب شده به این معنی که در مجموع به کمپانی 40000 می آید 10000 به 40 که می فروشین 40000 بر شما می آید آلی د دې می 40000 ډالر اگه ما از به حساب پار ویلیو را محاسبه میکنیم چند میشه خب پار ویلیو به حساب پار ویلیو قیمتش می 100000 به خاطر که 10000 شیرز به 10 ضرب کنین 100000 میشه صحیح به این معنی که شما د شیر از شیر هولدر را که گرفت در مجموع 40000 است 40000 نه 400000 است د می 400000 100000 که است و پار ویلیو است و 300000 شما زیاد از پار ویلیو گرفتین فهمی یعنی به این معنی که شما میره ما به دو 40000 ما به دو برخ تقسیم میکنیم یک قسم تقسیم میکنیم که در می 40000 که است 100000 پار ویلیو است و 300000 که است او اضافه تر از پار ویلیو است که میگه ایدیشنل پید این کپیتل امی پول اضافی که با کپیتل بر شما می آید فهمی یعنی سو امی ترانزکشن والی امی ترانزکشن چه قسم ثبت میشه ایره بر شما میگیم امی ترانزکشن سیوم ایره ببین اینجا با ما کش چند می آید 40000 بخاطر که 10000 شیر زیو شو کردیم هر کدامش به 40 شو کردیم اینجا ما نوشته کردیم ببین که به ما کش آمد 40000 ببین اینجا کش 40000 ما زیاد شد در این ما اشتمنی ما زیاد شد 40000 آلی همی 40000 که زیاد شدن از کدام طرف آمد ایره که شما از هم فروختین چی را فروختین؟ از هم و از هم که فروختین امو از هم که از توتلشی است که امو هر سهم که شما فروختین 100000 قیمت اصلیش بود 3000 اضافه تر گرفتین که ای در مجموع ایره کپیتل گفته میشه ایره چی میگه؟ کپیتل یا شیر هولدر ایکویتی هم برش گفته میشه شیر هولدر ایکویتی شیر هولدر ایکویتی یا کپیتل صحیح است یعنی صرف فرقش است که اینجا ما کپیتل تنها نوشته کردیم اینجا ما کپیتل نوشته کردیم اینجا یه دو تاش که است و هم اصلا کپیتل است یعنی کپیتل او سرمایه است که توسط کسایی که اسهام گرفته زیاد شده صحیح به او خاطر ایره کپیتل گفته میشه یعنی کپیتل ما زیاد شد مگر به یک قسم نوشته میشه شما باید متوجه باشین که یک قسم ترانزکشن که میه شما باید وره بریک داون کنین که یعنی دمی کپیتل که شیر هولدر را سرمایه گذاری کده اب اصل پیسه سند چند بوده که اونا داده و زیاد چند داده یعنی اصلی قیمتی سند داده و یه زیادترین داده به این معنی که در مجموع 400000 دلار چی شده سرمایه گذاری در بزنس زیاد شده سو اینجا هم کپیتل ما میگیم زیاد شده اینجا هم کپیتل زیاد شده و اینجا هم کپیتل زیاد شده خب مگر به این قسم شما باید دوره نوشته کنین صحیح شد سو کش دیبیت بیکاز ایت از انکریز ان اسید پار ویلیو چرا کریدیت میشه به خاطر که پار ویلیو به معنی انکریز ان کپیتل است و کامن استاک هم انکریز ان چی است کپیتل یا شیر هولدر اکویتی است آی هوپ که شما ایرا یاد گرفتین خب next we have transaction number 4 4 years owner invested $50,000 cash در می ترانزکشن مالک سرمایه گذاری کرده در بیزنس چی را سرمایه گذاری کرده ولی پول اینجا هم سرمایه گذاری کرد خواهی طوری که بود که بیزنس شروع شد در مو وقت بیزنس پول انداخت اینجا نمبر 4 ببین آلی اونر که انویستید به این معنی که در بیزنس پول شامل کرده سرمایه گذاری کرده انداخت پول چند 50000 دلار تقریبا می ترانزکشن اول و می ترانزکشن دوم هر دویش فرق نیست مگر فرقش این است که ور در شروع شامل کرده اینجا امکانش هست در میان بزنس پول آورد و در بزنس شامل کرده مثل اول قسم ترانزکشن اول قسم ریکارد میشه ما میگیم در ترانزکشن نمبر 4 کش زیاد شده در بزنس 50000 آمد و می 50000 کی آورده مالک آورده مال حق مالک زیاد شده
فامیلیانین. آی هوپ یو هاف لرن هیر که اینجا ام کش زیاد شده و دیگه چیز زیاد نشده و کپیتال سرمایه مالک هم زیاد شده. ترانزکشن نمبر 5، احمد اسلم اند محمود استارتد ا بزنس ویت ٹوٹل کیش $60,000. ولی سی اشخاص یک بزنس پارتنرشپ شروع کرد. خب احمد اسلم محمود بزنس شروع کرد، در مجموع $60,000 در بزنس شامل کرده. و چه قسم شامل کرده؟ که هر کدامش $20,000 در بزنس انداخت. فهمی یعنی آلی در مجموع کش چند زیاد شده این بزنس؟ نمبر 5، ببین کش زیاد شده، 60,000 بزنس کش زیاد شده و کپیتل زیاد شد. کپیتل چه قسم زیاد شد؟ که سه اشخاص هست، یعنی سرمایه اینجا سه اشخاص زیاد شده، که یک احمد از کپیتلش زیاد شده، یک اسلم کپیتلش زیاد شده، محمود کپیتل زیاد شده. ما میگیم در مجموع کپیتل چند زیاد شده؟ 60,000. یعنی کش که زیاد شده، همی سی اشخاص همی کش در بزنس شامل کرده، هم اسیت کش زیاد شده، هم کپیتل زیاد شده. فهمی یعنی؟ I hope you have learned. Okay, the last one, transaction number 6, yes, received machine with market value $30,000 in exchange for 1,000 shares of $1 par value. خو محصلین ببین نمی ترانزکشن امی ترانزکشن سیوم متوجه باش و ای متوجه باش فرق چی هست. اینجا شما شیر عرضه کردین، یعنی پول شما گرفتین در مقابل شیر، حالا اینجا شما مشین میگیرین در مقابل شیر. فهمی یعنی؟ یعنی یک شخص است که شما را مشین با شما مشین میفروشه و شما پول برش نمیتین، شما برش میگه شیر برش میتین، شما برش میگین که توسط همین مشین شما در بزنس سهیم میشین. یک شخص است که شما را مشین میتا که قیمتش فرض مثال $30,000 است، شما را میگه که ما توسط همین مشین در بزنس شریک میشیم، ما پول از شما نمیگیریم. ای تو هم امکان داره. فهمی یعنی؟ حالی ببین وقتی که یه بزنس ماشین میگیرن و در مقابل شیر پی میکنن، صحیح شد؟ اول خواهم این ماشین که از مارکت گرفتن، مارکت ویلیو اف ماشین چند است؟ $30,000 است. و شما در مقابلش چند شیر دارین؟ 1,000 شیر دارین که هر شیر قیمتش چند بود؟ $1 پار بود. مثل که شما را اینجا ترسیم کنیم که فرض مثال همی شیرز است که اینجا قیمت شیر $1 است. چند است؟ 1. خب مگر یک گپ است، شما 1,000 شیر که برش فروختین دادین و هر شیر قیمتش $1 بودون، چطور شما ازش $30,000 میشین گرفتین؟ به این معنی که صحیح است که هر قیمت اصلیش $1 بود، خو شما همی شیر بسیار برش قیمت فروختین، یعنی مقابل $30,000 برش فروختین. به این معنی که دمی $30,000 که ما معلوم میکنیم چند پار است؟ 1,000 پار ویلیو است و 29,000 که هست و ایدیشنل پیڈ ان کپیتل هست. صحیح؟ چی معنی؟ یعنی به این معنی که فرض شما فکر کنید که به شما $30,000 آمد، امی $30,000 در مقابل 1,000 شیر آمد، خو امی مارکت ویلیو اف شیر شد. امی $30,000 شما پار ویلیو ازش ماینس کنید، پار ویلیو 1,000 ملتیپلای 1 کنید 1,000 میشه، 1,000 از امی $30,000 ماینس کنین چند میمونه؟ 29. به این معنی که شما که می $30,000 گرفتین، 1,000 پار ویلیویش هست و می دیگه ایش 29,000 ورا پیڈ ان کپیتل محاسبه میکنین. مثل که ببین اینجا پار ویلیو هست، اینجا پیڈ ان کپیتل هست. پس اینجا ما میگیم که پیش ما مشین آمد، ما مشین را دیبیت کنیم $30,000، صحیح شد؟ مگر کریدیت چی میکنیم؟ دقیقا مثل همی واری هست که وقتی که شما اینجا پار ویلیو زیاد شده و کامون استاک پار ویلیو را کریدیت میکنیم که اینجا همی دو تاش کپیتل هست. خب کپیتل ما پار ویلیو زیاد شده 1,000، یعنی اینجا کسی که ماشین آورده برای شما 1,000 در مقابل پار ویلیو محاسبه کرده و 29,000 در مقابل چی زیاد محاسبه کرده که شما را داد. این سیمپل ورڈز شما میگی که هر دوش چی است؟ کپیتل است. خب به این قسم بریک داون میشه نوشته میشه. سو اینجا ماشین که زیاد شده، می ماشین کی آورده؟ کپیتل زیاد شده، همی کسی که سهم شده در بزنس، او خو اونر است، مالک است. پس ما میگیم که حق مالک یا اونر در بزنس چی شده؟ زیاد شده. Dear students, I hope که شما همی درس یاد گرفتین. انشالله آسان است شما بار بار او را
ببینین هر جای که مشکل بوده شما میتونین که در گروپ از ما پرسان کنین، انشالله ما بر شما تشریح میکنیم. خب یک چیزی دیگه اینجا که ماند، همه گی مثاله که اینجا سمی مسئله در مورد چی است که کپیتل زیاد میشه. ببین در هر کدامش اینجا کپیتل چی شده، زیاد شده، اینجا کپیتل زیاد شده، اینجا زیاد شده، این کپیتل است، امی دو تام کپیتل است، فهمیدین؟ سو کپیتل این سه تا هم کپیتل زیاد شده، اینجا هم کپیتل زیاد شده، فهمیدید؟ آلی کپیتل چه قسم کم میشه؟ خب کپیتل مستقیما کم نمیشه، کم میشه، بسیار کم، در کم مثال ها کم میشه، انشالله و بر شما در اینده کار میکنیم. مگر کپیتل وقتی که ما کم میشه یه توسط لاس کم میشه، یعنی نقصان که واقع میشه کپیتل ما کم میکنه. یا دراینگ از دراینگ چی است؟ دراینگ وقتی که یک اونر از بزنس پول میکشه به خاطر مصرف شخصی و دراینگ میگه به او کم میشه، یا مصرف در بزنس واقع میشه مصارف چی میکنه کپیتل کم میکنه. یا یک لکچر دیگه است به نامه ریدکشن کپیتل، نقصان در کپیتل یا کم کردن در کپیتل، و انشاءالله ما بر شما در لکچر های دیگه انشاءالله اکسپلین میکنیم. I hope که می درس امروزی رو شما یاد گرفتین. So have a nice time and good luck. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.